در مسائل سیاست داخلی ایالات متحده کاربرد عبارات ایالت سرخ یا ایالت آبی معمول است. در ایالت های سرخ بیشتر رای دهندگان به نامزدان حزب جمهوری خواه رای می دهند. در ایالت های آبی بیشتر رای دهندگان به نامزدان حزب دموکرات رای می دهند. شبکه های تلویزیونی در ایالات متحده بیشتر در این زمینه کارساز بودند. با روی کار آمدن و محبوبیت تلویزیون های رنگه در دهه های 1960 تا 1970، شبکه های تلویزیونی نقشه های دارای کد های رنگه را برای اعلام نتایج انتخابات در روز و شب انتخابات کار می گرفتند. در آغاز هیچ اجماعی وجود نداشت که کدام رنگ از کدام حزب سیاسی نمایندگی می کند. اما در جریان پوشش انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 ایالات متحده، اکثر شبکه های تلویزیونی رنگ آبی را برای ایالت های دموکرات و رنگ سرخ را برای ایالت های جمهوری خواه کار گرفتند. سپس کاربرد ایالت های سرخ و ایالت های آبی در سخنرانی ها و مکالمات سیاسی مردم معمول شد. ایالت های بنفش که رنگ آن ترکیبی از سرخ و آبی است و ایالت های گفته می شود که گرایش مشخص حزبی ندارند. آرای این ایالت ها مساویانه بین دموکرات ها و جمهوری خواهان منقسم بودند و احتمال پیروزی هر یک از این دو حزب در این ایالت ها وجود دارد.